روز 28 بهمن ماه خبر رسید که بهنام محجوبی در حال مرگ هستش. بهنام یکی از دراویش گنابادی زندانی بود که به زندان محکوم شد و علی‌رغم اینکه بدترین وضعیت جسمی رو داشت همچنان در زندان نگه داشته شد. بهنام تشنج عصبی پیدا کرد. بهنام نیاز به مراقبت ویژه و درمان اختصاصی داشت. در این اواخر حتی سطح هوشیاریش به 3 رسیده بود. پزشک قانونی خود رژیم حکم بر عدم تحمل کیفری داده بود. اما علی‌رغم تمام اینها رژیم تصمیم گرفته بود که بهنام رو زجرکش کنه. و همین الانی که من با شما حرف میزنم تا همین امروز بهنام به دستگاه های بیمارستان مثل فقط نفس میکشه. تا همین چند ساعت بعد پیش حتی اجازه ندادن مادرش بهنام رو ببینه. و وقتی که اجازه دادن در واقع مادرش با جسد بیجان بهنام روبرو بود. بچه ای که با خون جگر بزرگ کرده حالا میبینه جلوی چشمش داره پرپر میشه. و این جنایتکاری این رژیم رو نشون میده که به هر وسیله ای آمدانه داره زندانیان سیاسی رو آمدانه از بین میبره. و این باید همه جا در تمام دنیا واقعا افشاش کرد و تمام دولت‌ها، سازمان‌های جهانی رو وادار کرد که جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت بایکوت کنن. باید در مقابل اون بیمارستانی که بهنام هستش مردم تجمع کنن. باید در خونه بهنام تجمع کنن. باید صدای دادخواهی مادرش باشن. چرا باید یک جوان به جرم اینکه اندیشش رو ابراز کرده در یک اعتراض شرکت کرده چرا باید به این وضعیت دچار بشه؟ چرا باید جوانایی مثل بهنام نباید بتونن آزادانه نظرشون رو ابراز کنن؟ تا زمانی که این رژیم سرکار هستش این جنایت ها رو ادامه خواهد داد به انواع مختلف. بهنام به دلیل بیماریش جونش رو از دست نداده. بهنام به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی، آمدانه به قتل رسید و اینها باید در مقابل این جنایت پاسخگو باشن. ما نباید بگذاریم قلب این زندانیان سیاسی از تپش باز ایستد و نباید این رو بدون جواب بگذاریم.